بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان گرامی، به ادامه درس مضمون پلیسکال خوش آمدید. در بخش قبلی دو مثال به شکل عملی کار کردیم که چطور میتونین شما از predefined exception handler ها در یک پروگرام استفاده کنین و او predefined exception handler ها یکی از قبل تعریف شده و یک نام مشخص داره و یک ایرور نمبر داره. در برنامه وقتی که اتفاق میفته میتونین شما را در قسمت exception handle کنین. به ادامه بحث قبلی، بحث را که در این قسمت میخواییم داشته باشیم رایزنگ اکسپشن هست، یعنی چطور یک استثناء را ما در یک پروگرام مطرح کنیم. میتونه در اینجا استثناءهای از قبل تعریف شده باشه یا اکسپشن هندلرهای از قبل تعریف شده باشه که رایز شوه، و یا هم اکسپشن هندلرهای باشه که خود یوزر را در پروگرام دیفاین میکنه و در موقع ضرورت میتونه اون را رایز کنه، که در اینجا ما با استفاده از کلمه کلیدی رایز استفاده میکنیم. و در بخش اکسپشن باز میریم به همه اکسپشن یک هندلر تعریف میکنیم که تو اکسپشن هندل جا. و معمولا هر زمان که یک خطا در سرور داخل دیتابیس به وجود بیاد، استثناها توسط دیتابیس به طور خودکار مطرح میشه. یعنی ما شما پیشتر در بخش قبلی مثال را دیدیم که نود تا فاوند بود، زیرو دیواید بود، اینا به صورت خودکار به صورت اتومات خودش مطرح میشه یا رایز میشه. ولی در خیلی از مواقع دیگه یک برنامه نویس، یک پروگرامر ضرورت احساس میکنه که در یکان بخش از پروگرام خود بتونه اکسپشن ها را رایز بکنه، یا هر خطایی که اتفاق میفته یا رخ میده در پروگرام بتونه همه استثناء ها رایز شوه و در قسمت اکسپشن هندلر باز در اونجا هندل شوه. بنان به خاطر از اینکه برنامه نویسا خودش بتونه اکسپشن ها را مطرح کنه در پروگرام رایز کنه، با استفاده از دستور رایز ما میتونیم اکسپشن ها را در پروگرام مطرح کنیم. قسمی که شما در سلاید میبینین، در اینجا در بخش دکلریشن طبعا ما یک اکسپشن تعریف کردیم که تایپ از هم اکسپشن میتونه باشه، این یک یوزر دیفاین اکسپشن هست، اکسپشن نیم و فاصله اکسپشن، یک اکسپشن تعریف میشه. و در قسمت اکزیکیوتیبل استیتمنت بلاک، در اینجا ما میتونیم به اساس شرایط مشخص یک اکسپشن خودمو مطرح کنیم در داخل پروگرام یا رایز کنیم. مثلا یک کاندیشن در نظر گرفته میشه، میگم در صورتی که این شرط درست باشه در اون صورت اکسپشن رایز شوه. قسمی که اینجا اومده اف کاندیشن، یک شرط در نظر گرفته میشه، دن رایز اکسپشن. بنان از کلمه کلیدی رایز ما استفاده میکنیم که تابتونم اکسپشن در داخل پروگرام مطرح کنیم. و بعد اند اف استفاده شده که همو اف ما یا شرطی ما اند میشه. و به ادامه در بخش اکسپشن ما در خط اکسپشن هندل میکنیم. در اینجا مشخص میشه، نشته میکنیم when و بعد نام اکسپشن، یعنی در صورت که اکسپشن رایز شده باشه، در پروگرام مطرح شده باشه، در صورت که شرط صدق کنه، بنان چطور هندل کنیم، نشته میکنیم when اکسپشن نیم then، یا هر استیتمنت را که ما لازم میبینیم در پروگرام میتونیم تعریف بکنیم. پس به این حالت یا به این شکل ما میتونیم در یک پروگرام خود ما به صورت دلخواه هر زمانی که لازم داشته باشیم اکسپشن را در پروگرام مطرح کنیم. ولی در غیر صورت خود سرور دیتابیس یا خود سیستم به شکل خودکار هر زمانی که خطا رخ میده اکسپشن ها رو مطرح میکنه، که باز در بخش اکسپشن رو ما هندل میکردیم که مثالاش در بخش های قبلی کار کردیم. خب در قسمت میخواییم این مثال ببینیم که چطور اکسپشن در داخل یک پروگرام توسط خود استفاده کننده یا توسط پروگرامر مطرح میشه، رایز میشه و چطور هندل میشه. قسم که شما در مثال میبینین، در لاین شماره دو یا لاین نمبر دو یک اکسپشن تعریف شده به نام تست. در اینجا ما یک اکسپشن داریم به نام تست است، یعنی تست یک وریبل هست در خط از نوع اکسپشن، و به ادامهش یک وریبل داریم به نام نمبر که این تایپش نمبر است و این را از یوزر میخواییم دریافت بکنیم در پروگرام از جمله متحولین جایگزینی استفاده شده در قسمت. بعد به ادامهش در لاین پنجم ما شرط ماندیم، قسمی که گفتیم اکسپشن رو میتونیم ما خود ما مطرح کنیم در داخل پروگرام یا رایز کنیم، در اینجا هم شرط مانده شده، بر اساس یک شرط مشخص اکسپشن رایز میشه. اف نمبر ما کوچکتر از صفر باشه then رایز تست. یعنی هدف ما در پروگرامی است که وقتی یک یوزر یک داخل پروگرام وارد میکنه،
ما چک کنیم که این عدد عدد منفی نباشه، نگاتیو نباشه. اگر عدد منفی بود در اون صورت پروگرام مسیج بده یا اکسپشن هندل شوه و در پروگرام برش گفته شوه که شما عدد منفی رو در پروگرام وارد کردین. یعنی هدف ما است که عدد مثبت در پروگرام باید وارد شوه. یک مثال هست که بفهمیم چطور اکسپشن رایز میشه. بنابراین در اینجا کاندیشن استفاده شده، در لاین پنجم گفته اگر نمبر ما کوچکتر از صفر بود دن رایز شوه تست. بعد از او باز ما بتانیم اکسپشن که بنام تست داشتیم این رو مطرح کنیم در داخل پروگرام. الز در غیر صورت اگر اعداد یا عدد را که ما وارد میکنیم نمبر کوچکتر از صفر نبود، یعنی طبعا بیشتر از صفر بود، در اون صورت نمبر را برای شما چاپ کنم و اند اف و به ادامهش آل در بخش اکسپشن، اکسپشن را چه میکنیم؟ هندل میکنیم. در قسمت گفته شده when test، یعنی زمانی که اکسپشن تست رخ بده یا اکسپشن وجود داشته باشه یا رایز شده باشه یا در داخل پروگرام مطرح شده باشه، then بر ما then اینجا ما یک سگمنت اجرا میکنیم، یک مسیج برش نشان میدیم، میگم dbms output.putline number is negative. پس به این شکل ما میتونیم یک اکسپشن در داخل برنامه رایز کنیم یا مطرح کنیم. به خاطر از اینکه این موضوع فهمیده شه میریم مثال کار میکنیم. اما قبل از اینکه مثال بخش رایز کردن اکسپشن کار کنیم، مثال قبلی رو کم وضاحت میتیم، یک دو قسمتش که چطور ایرور مسیج ها نمایش داده میشن. در بخش قبلی ما شما یک مثال کار کرده بودیم که دو عدد میگرفت از استفاده کننده درخواست میکرد، نمبر یک و نمبر دو را یاد عدد با همه تقسیم میکردیم و در صورتی که گفتیم مخرج صفر باشه نمبر دو صفر باشه، از لحاظ منطق ریاضی تقسیم عدد بالا صفر مشکل داره. بنان به صورت اوتومات پری دیفایند اکسپشن هندلر که به نام زیرو دیواید هست ای رایز میشه، به شکل اوتومات رایز میشه و در اینجا ما رو هندل کردیم. خب بین دی قسمت بخش اکسپشن رو میخواییم ریموف کنیم، ببینیم در صورت که ما اکسپشن رو نداشته باشیم در پروگرام، بخش اکسپشن هندلر رو نداشته باشیم، اکسپشن چطور رخ میده، چطور پروگرام غلطی و ایرور رو بر ما شما نمایش بده. خب این پروگرام رو دوباره اجرا میکنیم، از قسمت میخواییم عدد رو تقسیم کنیم، میگم 3 تقسیم 0 شوه. وقت 3 تقسیم 0 میشه، ببینیم در قسمت وقت پروگرام اجرا میشه اینجا ایرور برای شما نشان میده. در بخش ایرور رپورت ما میتونیم مشاهده کنیم گفته divisor is equal to 0، بنان همو عدد که ما تقسیم کردیم را او چیست؟ او 0 است و اینجا ایرور نمبر برای شما نشان میده، گفتیم که predefined از خود چه داره؟ ایرور نمبر داره و نام داره و اینجا ایرور نمبر چیست؟ 01476 و ما شما در قسمت قبلی دیدیم که اینا چی داره؟ از خود ایرور نمبر مشخص داشته. ببینین زیرو دیوای چیست؟ ایرور نمبرش 01476 است. پس از اینجا ما میفهمیم که ای چیست؟ دیواید بای زیرو است و به شکل ایرور نشان داده میشه. بنابراین اگر ما خواسته باشیم که اینمی ایرور را ما هندل کنیم یا می اکسپشن هندل کنیم و میریم در قسمت اکسپشن، در پروگرام باید برش کود نوشته کنیم. پس از او خاطر هست که ما میریم بخش اکسپشن اضافه میکنیم که در بخش اکسپشن ما بتونیم اکسپشن ها را هندل کنیم در صورت درستش که در پروگرام غلطی یا ایرور را برای ما شما نشان نده. حالا اگر ما بیم این را اجرا کنیم، اگر مخرج صفر باشه مثلا ما میگیم 12 تقسیم 0، ببینین وقتی پروگرام اجرا میشه حالا دیگه ایرور بر ما شما نشان نمیده. دیگه چی نشان میده؟ Dear user number 2 cannot be 0، نمبر 2 ما نمیتونیم ما صفر اضافه کنیم. به همین شکل مثال قبلی که ما شما داشتیم در قسمت سرچ کردن یک شخص که از آیدیش ما استفاده میکنیم، شخص را سرچ میکردیم میشه ایره کلوز کنیم، ما شما در بخش اکسپشن که داشتیم نودت فاوند استفاده میکردیم که اگر ریکارد پیدا نشود، ریکارد را که ما جستجو میکنیم در داخل تیبل موجود نباشه و کیوری سلکت قیمت را نتانه برگردن، بنابراین در اینجا اکسپشن نودت فاوند اتفاق میفته. پس ما ایره هندل کردیم، ولی پیش از اینکه هندل کنیم اگر ما این قسمت کامنت کنیم در پروگرام، بخش هندلر را کامنت میکنیم، حالا میریم برنامه خود اجرا میکنیم. وقتی که اجرا کنیم مثلا ما یک آیدی را وارد میکنیم 1 2 3 که آیدی چیست؟ موجود نباشه. بنان ببینید در قسمت ایرور رپورت بر ما نشان میده، میگه که چیست؟ نو دیتا فاوند. پس دیتا پیدا نشد، پس پروگرام ایرور داده را خد و این نمبر چیست؟ 014 03. میتونیم بریم در قسمت انواع predefined exception ها اینجا ببینیم نو دیتا فاوند چیست؟ 01 4 0 3.
پس در اینجا ایرور توسط خود سیستم اتفاق میفته، خطا شناسایی میشه و ما به خاطر از اینکه امی ایرور ها رو نبینیم میم در قسمت اکسپشن کد نشان میکنیم که اکسپشن های ما هندل جا. پس اینجا از خاطر ما در بخش اکسپشن چه میریم نشان میکنیم وقتی نود تا فاوند بود برمانی مسیجا پرینت کنه چاپ کنه. خب حالا میریم به قسمت رایز کار میکنیم. پس در اینجا ما یک مسیج سرور آوتپوت آن میکنیم، سرور آوتپوت آن دکلیر بگین و اند داریم. خب و در اینجا ما اکسپشن خودم رو تعریف میکنیم، نامش تست میمونیم، نویت چی میمونیم؟ اکسپشن میمونیم. تست چیست؟ یک اکسپشن هست. خب و در اینجا اگر میخواییم مثلا میگیم نمبر یک تایپ از چی باشه؟ نمبر باشه و ایره از یوزر بخواییم نمبر یک. در پروگرام اینجا چک میکنیم، میگیم اگر نمبر یک ما کوچکتر باشه از صفر دن اینجا میخواییم رایز کنیم. چرا رایز کنیم؟ اکسپشن تست رایز کنیم. در غیر صورت بر ما مسیج نشان بده dbms output dot put line. چرا نشان بده؟ نمبر میگیم نمبر is عدد را که ما وارد کردیم او را چاپ کنه پرینت کنه. میگم نمبر یک بر ما چاپ کن این اف داریم. خب حالا وقتی عدد کوچکتر از صفر است اکسپشن تست در پروگرام مطرح میشه. پس ما چطوری را هندل کنیم؟ میریم بخش اکسپشن را اضافه میکنیم. اکسپشن میریم اکسپشن را هندل میکنیم، میگیم when test بود، چون ما اکسپشن تست را در بالا تعریف کردیم وقت تست بود. حالا اینجا میخواییم این هندل شود و به ما یک استیتمنت اجرا کنیم. میگیم dbms output dot put line نشان بده. مثلا میگیم که number is negative. number چی است؟ عدد عدد منفی است و ما در پروگرام عدد منفی را نمیخواییم وارد شو. خب بیره فرمت کنیم به شکل. پس در اینجا ما رایز میکنیم و میریم در قسمت اکسپشن، همو اکسپشن مشخص که رایز شده او را هندل میکنیم که چطور باید پروگرام او را بررسی کنم. خب مثلا ما در وارد میکنیم سی بر ما چاپ میکنم نمبر سی. وقتی دوباره اجرا کنیم این دفعه میریم عدد منفی وارد میکنیم، منفی دو. وقتی منفی دو وارد میکنیم در اینجا اکسپشن بررسی شده و در آوتپوت سکریپت ما میبینیم نشته است چی است؟ نمبر از نگاتیف. پس خود پروگرامر هم میتونه به صورت دستی یا به صورت خواسته شده در یک پروگرام اکسپشن مطرح کنه، رایز کنه و بعد در بخش اکسپشن بره اکسپشن بررسی کنه یا هندل کنه و قسمی که لازم است همراه اکسپشن برخورد صورت بگیره. خب در قسمت ما شما رایز کردن را دیدیم که چه قسم میتونیم رایز کنیم یک اکسپشن و با استفاده از کلمه کلیدی رایز در یک پروگرام میتونیم ما اکسپشن را مطرح کنیم و در بخش اکسپشن ها بریم اکسپشن را بررسی کنیم و هندل کنیم. تشکر از توجه شما.